لیلا، من امروز یه عکسی از تو دیدم، یه تصویری دیدم که میخوام که درباره اون صحبت کنم. لیلا ساکن شیرازه، میخوای صحبت کنی یکم؟ نه شما بگید، شما لیلا ساکن شیراز هستش و سنت یادم نیست و کار آرایشگری و اینجور نه نه چیزاست. پزشکی پزشکی. پزشکیه؟ آره خب بگو به خودتو معرفی کن دیگه، من فکر کردم تو زمینه های خودتو معرفی کن. من دیگه نه، من گفتم اون روز بهتون گفتم که پزشکی، مزوتراپی، زیبایی پوست و مو، بعد آها گفتم در کنارش طب سنتی هم کار میکنم که دستگاه خدمتتون عرض کنم. آها کنه. تحصیلاتت چی بوده؟ از اون طرف فوق لیسانس علوم حدیث، همونجور که شما مذهبی، خیلی مذهبی بودی، همونجا مشهد که بودی ولی تو اونجا. زمینه رشته زیبایی و اینا تجربی کار آره کردی. آره خب آره, آره. رشته چند بهداشت بود سالتی؟ آها رشته به چند سالت هست؟ 40. 40. خب 3 تا هم بچه داری و خب من حالا اونا رو ولش بگیم که دیگه چه مسائلی بوده. یک عکسی که به من نشون دادی و فیلمی بود در رابطه با خودزنی هایی که روی دستت داشتی، خیلی خوب خوب به من بگو که اون قسمت ها رو نشون بده و علتش هم بگو. از چیز هست یه دیگه، از رنگ. قشنگ اینجور میتونی یه کار کنی، برگردونی. آها آها خب از کی این اتفاق افتاده؟ این اتفاق 3 ماه و نیم پیش، 3 ماه و نیم پیش. دختر ساعت دیگه پانوس ها رو مرسی. ببندید، مشکل نیست. 3 ماه و نیمه، ولی خب زخم هنوز تازه است. آره به شبا کاری دیگه که بیمارستان که کشیده شد. آره دیگه تو کما بودم، بعد اینقدر دیگه منو کتک زدن دیگه جای سلام دیجا. کی این بچه کارو کرد؟ حتی ببخشید من سلام میکنین دیگه، حالا کامنت ها رو نمیخوام، ول نمیخونم. کن دیگه. آره آره چون میخوام حواسم به صحبت، کامنت آره آمده میخوام حواسم به صحبت خانم باشه، ببخشید بچه. آره دیگه که آره دیگه تو کما بودم، بعد دیگه اینقدر پرستارا دیگه حالا کتک زده بودن منو که از کما منو بیارم بیرون. چند روز تو کما بودی؟ 1-2 روز شد. 1-2 روز شد. خب بعد کی خودت این کارو کردی؟ آره آره خودم خب کردم، نه انگیزت چی؟ برای خودنمایی و جلوه و این چیزا نکردم، برای که واقعا برم دیگه، چون که تیس زدم، بعد دیگه وصل کردم به دستگاه ساکشنی که خودم دارم برای مال بیمارم هست، از ساعت 12 شب تا ساعت 4 ظهر همینجوری، ببخشید از ساعت 12 شب تا 4 صبح همینجوری خون ریزی داشته باشم که چیز بشه، خونه ها یعنی تموم بشه، شیشه پر شده بود، یعنی دیگه واقعا تموم کنم، نه که برای حالا خودنمایی و بخوام مثلا یعنی حالا چه جوری شیشه داشته پر میکردی؟ این شیشه ها، این شیشه های دستگاه ساکشن است، آها این خب بعد چه جوری یعنی با خودت میله داشتی؟ یعنی مگه به رگ وصل بود یا به چی آره وصل بود؟ این خونا چه جوری آره دیگه میرفتن اونجا؟ زمانی که زدم، این زمانی که تیغا رو زدم، خب اول که لیدوکاین زدم، خب بیهست بشه متوجه نشم، 4 تا لیدوکاین دور تا دور دست زدم، بعد که لیدوکاین زدم تیغا رو زدم، تیغای جراحی که داشتم تیغا رو زدم، بعد که مثلا چون که خون که اومد که برای که برنیاد چیز کردم، بس کردم به دستگاه ساکشن چیز بشه مرتب، یعنی چون خون بیاد بکشه آره که بکشه بعد چی کارو مکش نجات داد؟ دیگه. پسرم و شوهرم دیگه منو بردن بیمارستان، یعنی متوجه شدن که تو آره یعنی من دیگه افتاده بودم، حالت بیهوش بودم، نیمه جون بودم، پسرم و شوهرم من بردن بیمارستان، اون بیمارستانم موقعی که دیگه که آها خب بعد هنوز جدا نشده بودم دیگه، یعنی این کار کردم چون که نمیذاشتن خب من جدا بشم، من این کار کردم که مثلا فقط قبول کنم جدا بشم، هر چی بهش به زبون خوش میگفتم که از من دوست دارم جدا بشم قبول نمیکرد، این کار کردم بعد بعد که از دیگه این قبول کرد. آره دیگه همون از کما که اومدم بیرون، از بیمارستان که اومدم بیرون تو بیمارستان با هم بحثمون شد، بعد گفت که
به من گفت که این اونجا منو میشناختن خیلی چه سلام علیک میکنه خانم دکتره فلان چه برنامه پیش اومده دیگه منم روم نشد بگم گفتم تصادف کردم گفتم تصادف کردم شیشه ریخته رو دستم نمیدونم دیگه یعنی چون آخه اونجا من میشناختن تو بیمارستان خودشون اونا مثلا که دیگه میدونن دیگه چیه. مریضای من بودن دیگه آره خودشون مریضای من بودن صورتاشون درست میکردن میمدن بعد روم نمیشد بگم دیگه من گفتم که تصادف کردم شیشه بعد خیلی ناراحت بودم چرا مثلا منو برگردوندن دیگه خلاصه بعد هنوز دستان بانپیچی بود و این چیزا که دیگه رفتم برای دادگاه نرفتم سریع چیز گرفتم وکیل گرفتم که 3 روزه 4 روزه کارمو 6.5 میلیون دادم سریع کار من کار طلاقم بدون که پام برسه دادگاه دیگه خودش دیگه راضی شد بیاد گفتم دیگه باید بیای دیگه چون که اینجوری کرده گفتم اگه نیای سری بعد جنازه من میفته رو دستت دیگه خودت باید جواب گو باش. دیگه پدر و مادر و شوهر دیگه همه راضی شدن دیگه حالا ولی خب حتما با این کارو میکردم که راضی بشن خب نشون بده یه بار دیگه یه دستته. نه دوتاش هست ولی خب این یکی کمه رگ اصلیه بیار بیار بیار. آها همه ولی خب اینو ندیدم. دیگه آره این دیگه دیگه دیدیم دیگه. خوب این دیگه خیلی خب زیاده خیلی دیگه خیلی خوب باش. بعد دیگه 3 ماهه بعد بازم درد داری؟ آره دیگه شبا که میخوام دردش شروع میشه چون که داره پوستش نازک شده کشیده شده بخیه جای بخیه 200 هزار با 200 تیغ همینطور میزدی؟ با از تیغ این وری میزدی؟ از اون وری بیهس بود دیگه حالیم نبود اصلا یعنی مثلا نمیتونستم بخیه کنن یعنی هم از این بری زد اینجوری قاش باز کرده بود حالا عکساش هست یعنی هیچ بیمارستانی من قبول نمیکرد میگفت مثلا از داخل تاندوم زیرش پاره شده هیچ بیمارستانی من قبول نمیکرد دیگه چند تا چی شد دیگه بیمارستان برده بودن اونا میگفتن ببرینش ما نمیخوایم. گفتم باید برین گفتم باید بیمارستان برین که عکس برداری کنی یکی میگفت بخیهاش سخت قبول نمیکرد چون که بخیام نگاه کن هم از این بر زده بودم بچه حساب حالا این قبل در حالت بیهوشی هستی چجوری آره میفهمیدی نورو؟ کامل میفهمیدم بیهوش بودم حتی زمانی که من بردن تو برای عکس برداری که عکس بگیرم ببینن تاندوما پاره شده یا نه من همون لحظه انگشترامو در آوردم اینجوری که بدم به چیز گفتم انگشتراتو در بیار حس یعنی اینقدر حواسم بود با وجود که خیلی چیز بودم خیلی اینقدر خون ازم رفته بود بعد انگشتر بعدا در آوردم رفتی تو کما؟ دادم به اون که اورژانس داشت که شوهرم دعوا کرد که خب من اینجا وایسادم تو میری بعد مامانم و بابام و شوهرم وایساده بودن من 2 روز تموم لبای من خشک خوش شده بود اینجوری افتاده بودم بیهسی از دست من رفته بود بدون بیهسی داشتن این بخیه ها رو میزدن حتی دست نکردن یه ذره آب به من بدن فقط مثلا مادون حالا برای خودشون که ببینن حالا من میمیرم یعنی منتظر مرگ من بودن توی مشهد کدوم بیمارستان؟ شیراز دیگه گفتم مشهد درس شیراز. کنی که آها منم هی تو رو میبرم ات مشهد نه اینکه خودم مشهد رو دوست آره دارم. میدونم آره دو تا اون خیلی مشهد دو خوبه. تا اونم بگین از همون چادر آره مهدی سیف بعدش خیلی خوب. بعد الان چی میخوای بگی در این رابطه؟ چه یعنی بچه ها میخوای بگی که طلاق بگیرید شما نه بدون نه خودتانی؟ نه بابا نه خب چرا مثلا زمانی که نمیخوان کسی هم بیاد میخوان به زور وادار میکنن که مثلا بخوان زندگی کنه هر چی میخوای بابا مگه حالا ای آدم بی سواد هستی مگه بگم خیلی معذرت از پشت کو اومدم میگم آقا به پدر خودم دارم به درستی که من نمیتونم با این آقا زندگی کنم من مشکل دارم به خانواده خودش به خانواده مامانم بعد چه جوری برخورد کردن؟ خانوادم هیچی خیلی این همیشه بی محبت نسبت به من چون همیشه فرزند اول خانواده و تو سری خور بودم بعد از اینکه از بیمارستان گفت چند روز دید؟ 2 روز بیمارستان بودی؟ چند روز بوده؟ آره دیگه 2 روز کامل نشد آها بعد آخه میگی کما رفتم. کما چجوری بردن؟ اون زمانی که دیگه تو کما بودم اونها رو اصلا متوجه نیستم اونو دیگه بردن یه بیمارستان دیگه فقط جای کتک هاشون همه کبودیشون تازه رفته اینقدر زده بودن که از کما بیام بیرون داخل کما نرم خب بعد با بازتاب ها چی بوده؟
باستاب ها والا من به هیچ کس نگفتم، من به خاطر موقعیت شغلیم به هیچ کس نگفتم، هر کس الان میدید داری دستم، میگی؟ آره الان دارم میگم، هر کس دستم میدید میگفتم تصادف کردم، دخترم داشته رانندگی چطور میکرد تصمیم اشتباه. گرفتی الان بیای لایف بذاری؟ اونم تو پیج من، چون به لایو قبلی که با تو گذاشتم دیدم سیوش نکردی. سیف کردم، سیف نه کردم، سیو نه نکردی؟ نه 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 یک روز کامل سیف بود، سیف بود. بعد هیچ کس نمیفهمید که، هرچی فهمید گفتم برید لایو و نگاه کنید، نه گفتم لایو منم نگاه رفتم، کنید. نه منم رفتم ندیدمش. من نه نمیدونم حالا به هر حال مهم نیست، مهم نیست. حالا مهم اینه که الان این لایو رو اینجا گذاشتیم. خب و حالا شاید تنظیماتت یا حالا دقیق نمیتونی برخورد چیز کنی و مثلا حالا تنظیم کنی. خب الان که این تصمیم رو گرفتی که بیا اینو بگی که بابا تصادف نشده، من خودم رو زدم و به خاطر این جریان. اون روزم که رفتم سفر گفتم سفر بودم، کرمان بودم، نشون عمه و پسرم و نشون عمه دادم، جریان گفتم این جوری حقیقت رو گفتم، یعنی دیگه خستش، چون از دروغ خوشم نمیاد، واقعا خوشم نمیاد که بخوام فیلم بازی کنم، از فیلم بازی کردن بدم میاد، دیگه آها راحت گفتم. خیلی خوبه، همینم خیلی کار خوبی کردی. من تا دستت رو دیدم و این برنامه رو دیدم و اینکه به هر حال گفتم بیای، چون خیلی کسای دیگه هم یه همچین کارهایی رو کردن. آره ولی الان به خوب من نوشتن لیلا ثابت کن که پشیمون شدی از این کار. من اصلا پشیمون نیستم، یعنی این زخما رو تک تک میپرستم، چون که باعث شده که من دیگه کسایی که نمیخوام و دیگه نمیبینم، من این زخما رو دوست دارم، من به اینا احترام میذارم و اینجا از همینجا بوس میزنم، برام از هزار تا خیلی با ارزشه. ببین دست موبایل الان کجاست؟ موبایل بذار یه جایی، بذار رو موبایل زمین، رو دستت نباشه که دستمه. تکون نکنی. خب تکون اوکی نده دستم. دیگه، بذار یه جای، بذار بچه هم اذیت نشن، دست خودت هم اذیت نشه. اجازه بدید. خب بچه خودزنی لیلا برای این بود که طلاق بگیره و خب بیار یه ذر جلوتر بیا اینجوری قشنگ. خیلی خوب باز این حرفا رو زدی. خب آره خوب شد، بیا یه ذر، آره عالی شد، من خودم الان راحت تری. خب لیلا خیلی خوب، پس از این مسئله الان احساس ناراحتی نداری که دیگران فهمیدن؟ نه اصلا اتفاقا دوست داشتم بدونن دیگه، واقعا دوست. یه لحظه ببخشید این آینه، نه اصلا احساس ناراحتی ندارم، اتفاقا من دوست داشتم، والا خانواده شوهرم هم بالا هستن، دوست داشتم ببینن، اینم اینجوری نماد من آره دوست داشتم ولی که ببینن بدون آره که شوهر طلاق، اینا آره همش دلایلیه، دلایلیه که واقعا ازدواج نشه. ازدواج نکنن دیگه مردم، اگه نه یه کسی نه واقعا هم دیگه رو دوست داشته ازدواج باشه. کنن، فقط ازدواج با کسی کنن که دوستش دارن، خب من تو اصلا نمیدونم. نظرت اینه دیگه، تو میگی تو که کسی که بود که اصلا دوستش هم نداشتی آره دوستش هم، بعد کسی هم به زور. نمیخواستم، حالا مثلا نمیخواستم مثلا از اون جدا بشم که به کسی برسم، خود اون شب بهتون گفتم نه تو عمرم عاشق شدم، نه دوست پسری دارم، نه چیزی، نه یعنی اینجوری نیستم، الان خودم تنها با پسرم هستم، فقط دوست داشتم جدا بشم که شبا راحت بخوابم. آقا برای هر کاری مثلا چیز میکرد دیگه، حالا استخاره میکرد، آره نه نه حالا به اصلا، هر حال حالا به هر حال دوستش نداشتی و با نمیخواستی، در آرامش نبودی باهاش. حالا خیلی خوب، دوستم دوستش نداشتم، میشد تحمل کنم، مطمئن بودم که اونم منو دوست نداره، چون میدونستم دوستم نداره، چون خودش من مثلا بهش گفتم چرا مثلا برای من تولد نمیگیری، چرا برای من کادو نمیگیری، چرا باجی، میگفت موقعی که دوستت ندارم بیام برای تو مثلا این کارا بکنم، از اون بعد اون چرا تحمل کرده بود تو رو؟ نه از اون بر میگو دوستت ندارم احساساتی، از اون بر میگو طلاقت هم نمیدم، چرا طلاقت بدم، مثلا زن درس چه خون، زنم خوشگل زیباست، درس خوندن، آبرو دیگه. آره گفت نه من چون آخه خونوادش مامان باباش نه، حالا اینجا
جاریان مثلا دارن میبینن، خانوادش همه منو دوست دارن، خیلی طرفدار من هستن. رابطتون میتونه ادامه داشته باشه، چرا که نه؟ ما ادامه داره، ما ادامه داره، من عاشق مادر شوهرمم، عاشق خواهر شوهرمم، من آفرین. ادامه داره. آره خب امیدوارم که، من وقتی که میگم خیلی خوشحال میشم از هر طلاقی، در واقع همینه، به خاطر اینکه طلاق یه حس مالکیتی میاره و فکر میکنه که این زن منه و من میتونم براش هر کاری که دوست دارم، بگیم یا مثلا فرض کنید اون تعریفی که تو جامعه ما شده در رابطه با زن، یه زنیه که مالکیت میاره، یعنی در واقع. خیلی خوب، خیلی خوبه که این مسئله رو، امیدوارم. حالا تو میگی که با کسانی که دوست دارن ازدواج کنن، من که میگم نه، اصلا ازدواج نکنید. و شما اونایی که تو زلزله هستن، خب برید تو زلزله دیگه، چیکار کنید؟ اومده توی آره ایران دیگه دیگه. که زلزله اومده، بابا برای چی تو اومده؟ برو بیرون دیگه. دقیقا بگو اگه زلزله میترسی برو بیرون که رو سرت آوار نشه. ولی لایو زلزله اومده، ولی لایو نمیتونه ول کنه. خب حالا چیز، به هر حال من نظر خودم رو در رابطه با اینکه امیدوارم، واقعا من هیچ وقتم به کسی تبریک نمیگم برای ازدواجش، هیچ وقت نگفتم، یعنی سوال هاست، یعنی شاید دقیقا نمیم من بهشون میگم مثلا ما یه ماشین عروس که رد میشه میگم سلام 6 ماه دیگه تو معذر میبینمتون. خب دیگه تسلیت، دیگه تسلیت، واقعا باید عرض تسلیت عرض کنیم و از اون وقت پسرم واقعا سلام پیوند میرسونم، پسرم خیلی پیوند سلام میرسونم. کو پسرت زیاد بگینه خودت سلام، سلام. خب یادت اون روز، بیا یه ذره جلوتر با تو صحبت کنم. محمد چقدر خوشگلی، اسمت چی بود؟ محمد رضا. محمد رضا، از جدا شدن مامانت خوشحالی؟ چون مامانم خوشحاله منم خوشحالم. آها، بابات هم میبینی؟ آره من با پدرم در ارتباط هستم و من دو طرفو یعنی دارم، من رابطم با هیچ کدومشون بد نیست. آفرین، خیلی خوبه. باشه، اون موقعی که مامانت میخواست طلاق بگیره، تو هیچ وقت نظر دادی مثلا میگفتی به بابات که بابا وقتی این نمیخواد چن برخورد میکردی یا سکوت میکردی؟ والا من خودم در کنار درسم خیلی کتابای روانشناسی میخونم، روانشناسی بالینی، من مطالعه دیگه هم دارم، من خودم جزو شاید یکی از هوشای مرسم باشم، نمیخوام بگم که من چیم، من نمرام همیشه برتر بوده. من پیش خودم گفتم کسی که از لحاظ اعتقادی، کسی که هنوز خودش رو به درک نرسیده، خودش هنوز باور نداره، کسی که به خودش هنوز چند چند نیست، اصلا والا هنوز احساس نداره، انگار یه چوب خشکه. بعد زن رویش خیلی حساسه. من پدرم اینا رو ول کن، من یه سوال کردم، تو داری درس‌ها رو به من تحویل میدی؟ من آره یه سوال من نظر کردم، زیاد دادم، باعث طلاقشون هم من شدم. من بابام نشست پای سفره، من بهش گفتم ها، من بهش گفتم ببخشید ببخشید ببخشید، من بهش گفتم فوش خیلی زشتی گذاشتم، مال مادر بود، گفتم فلان فلان که فردا نره مامانمو طلاق بده، هیچی هم پشتش نیست بابا. و بابام بنده خدا به خاطر حرف من که به تعصب غیرتش برمیخورد رفت طلاق داد، خیلی هم حرف من براش مهم بود. بعد دیگه خلاص، به هر حال گفتی وقتی نمیخواد دیگه چیزه، یه سری از بچه ها نوشتن نزن تو ذوقش. بچه ها من که قرار نیستش که چون ایشون که چون حالا 16 سالته، آره 16 سالته، من هی بگم مثلا فرض کن رعایتش بکنم به خاطر اینکه بچه، من وقتی برای من یه حرفی زیاده عنوان میکنم دیگه. حالا به هر حال خیلی خوبه. چی داشتم میگفتم؟ آره این بس مسئله دخالت رو کردی، نظر رو دادی، بی تفاوت نگذشتی از آها، از قبل این اتفاق، این بی تفاوت نبودنت قبل از این خودزنی مامانت بود یا بعدش؟
اصلا کل من خیلی قبلترش به مامانم میگفتم، میگفتم مامان تو اگه واقعا آرامش نداری خیلی راه های دیگه هست که به آرامش برسی. حالا درست تنها شدی، ولی این تنهایی باعث شد خودتو پیدا کنی. من والا اصلا مامانم آرامش نداشت کنار بابام اصلا. وقتی هم جدا شد الان روحیش خیلی فرق کرده، خیلی بهتر شده، کلا رفتارش با خود من خیلی بهتر شده، اجتماعی تر شده. آفرین بعد آفرین اصلا من یادم میاد، اصلا میگن در کنار کسی که احساس آرامش نداری نباید حتی یک ثانی وقت تو تلف تو کنی. من حالا سوال من این بود، سوال مشخص من اینه که آیا تو این عدم یعنی بیتفاوت نبودنت قبل از خودزنی مامانت چی بود اسمش؟ لیلا، لیلا بود یا بعدش؟ قبلش بود ولی به شدت بعدش نرسید، چون بعدش دیدم خیلی قضیه جدی تر داره میشه، منم بیشتر دنبال کردم. آفرین. خب بعد خواهرها چه جور برخورد کردن؟ معلومه که پس خواهرام احساس مسئولیتی داری. آره، آفرین. ریحانه خواهر بزرگم، به خاطر اینکه حالا تشکیل خانواده داده و همسر داره، زیاد مثلا میگم از لحاظ زیاد به عمق فاجعه نگاه نمیکرد، فقط به خاطر آبروش شاید یه حرفی میزد که از روی آبروش باشه. یعنی میگفت مامان طلاق نگیر. اینجا یه لحظه، اینجا خیلی مهمه سوالتون. اینجا آفرین. الان دختر بزرگ من همش میگه مامان شوهرم نفهمه که طلاق گرفتی، میگه مامان چرت آبروم. دیگه چرت. آخه شوهرش خیلی، من میرم لوازم آرایش میخرم حرف بد میزنه، میگه نه اجازه بده اشکال حالا بذار رو سب کن بذار من نه نه من بذار اسمش محمد رضا بذار محمد رضا بگه اینو. محمد رضا خیلی جالب، آره ریحانه چه برخورد میگفتم. آره بعدش ریحانه یه تصمیم گیری گرفت که از روی آبروش بود، یعنی منطقی توش نبود، هیچ استدلالی توش به کار نرفته بود که واقعا ما متوجه بشیم که جریان چیه. اون میگفت آره چون بیه شوهرم لیلا هم تو تصویر باشه، یه کوچولو بیام با لیلا دوستون تو تصویر باشه، میگفت چون شوهرم چون باید جلو شوهرم آبروداری کنیم نفهمه، ولی نمیفهمید چون مادرش. چی گفتی تو بهش اون منم موقع؟ بهش در منم گفت منم بهش گفتم دکتر یه بار در منم بهش گفتم، گفتم عزیزی، من به خواهر بزرگم میگم عزیزی، این خودش یه احترامی تو رسم ما. من گفتم عزیزی وقتی مامان در کنار بابا آرامش نداره، موقعی که شوهر تو یه دوماد ما میاد میشه اینجا، مامانم از لحاظ روانی مشکل پیدا کرده، هیچ وقت نمیتونه آرامش خودش رو انتقال بده به همسر. تحت تاثیر قرار گرفت. همش بهونه هست اینا فلان اینا بیسار. خب دیگه هر کی ما نگاه با این تلاش تو کردی. آره دکتر نگاه من آدم باید تو زندگیش از هر کی یه میزان درک و فهم داشته باشه، ما نمیتونیم همه رو با یه چش نگاه بکنیم، ما اگه بخوام همه رو با یه چش نگاه کنیم که دیگه خب اصلا دنیا بزن سب کن خوبه در بزن سوالا رو به طور مشخص بریم جلو. خب به ریحانه، اسم دامادتون چیه؟ شوهر دامادت صادق. صادق صادق وقتی که شاید اقوام بالا هستن الان به صادق تو برگشتی گفتی که مامان من طلاق گرفته؟ نه و ایراد نیست؟ من به خاطر که احترام برای خواهرم قائل هستم، من دو بار سه بار قسم خیلی بزرگی هم دادم که به صادق نگو. من گفتم حالا بالاخره که خودش میفهمه چه ما بگیم چه نگیم. بعد به نظر همین رفتار تو که احترام گذاشتی به خواهرت و یه حقیقتی رو نگفتی و حتی قسمت داده، آیا این حرکت درسته از طرف خوده؟ نه ولی میدونم که انقدر بعضی مثلا دوماد خودمون کوته فکر هست که اگه این مسئله حالا بفهمی بری میگی نه سب کن بری. محمد رضا حاضری که بعد بری با اسمش چی بود گفتی؟ یادم رفت دوباره. صادق حرف بزنی و بهش همین جوری که الان صحبت میکنی باهاش صحبت بکنی. بعد دخترم آزار روحی میده، مثلا به هم حرف میزنه. یه دقیقه سب از طرف صادق تصمیم نگیر. حاضری تو بهش بگی محمد رضا؟ آره بهش من به صادق آره بگی که این حقیقت اینه، آبروت هم میخواد بره، این حقیقت اینه.
بله من بهش میگم دختری من که میخواد اذیت کنه، ببین تو خودت یه ضعیفه هنوز لیلا، بله من اینو دارم بهت میگم الان، حتی همین دخترت رو ای وای اذیت نکنه، دقیقا همون سیستمی که مادر تو برای تو آره اجرا کرده داری همین کارو برای دخترت انجام میدی. آره میدونم دقیقا، اصلا منو خود کردی با این حرفت. دقیقا درست میگی، چیکار کنم؟ خب حالا من با این موضوع چیکار چی کنم؟ کار کنم که یعنی این که همین کاری که الان کردی، باید وقتی که این حق طبیعی توه که طلاق گرفتی، آره من خودم همین میگم، دخترت هم باید این مسئله رو بپذیره. مامان صادق نه، صادق ناراحت میشه میره یه لیوان آب بخوره. آره دقیقا. خب من برای همین موضوع خواستم برای عید براشون عیدی گرفتم براشون ببرم، گفت مامان حق نداری بیای اونجا. گفتم چرا؟ گفت بیا اینجا دستتو نشون صادق میدی، میگه طلاق گرفتم الان که نمیخواد دیدم بیا. دیگه الان هم این سیف میشه. خیلی کار خوبی کردی به واقعا ریحانه، متاسفم برای ضعیف بودن تو. بله معلومه جوش آوردم، خوشحال میشم از این عصبیت های خودم، دوست دارم این عصبیت های خودمو، چون این خشمایی در مقابل جهالت ها و این برخوردهای افتضاحی که ما اجازه میدیم تحت عنوان احترام. تحت آره فردا هم صادق بچه هم دارن، دفعه میشه که گفتی که نام زدن. آره عقدن، هنوز عروسی نکردن ولی خب عقده، ولی رفته اونجا، رفته پیششون زندگی میکنه پیششون. این چنین مردی که اینجوری برخورد میکنه از همون ابتدا، اصلا تو الان بگو که چرا من آقا من اصلا لوازم آرش برای خودم گرفتم، رفته به دختر من گفته شو بابای تو مشهده، چه دلیل داره مامان لیلا رفته لوازم آرش گرفته؟ تو چی گفتی؟ گفتم به اون چه رفی داره؟ گفت نه مامان خیلی حساس. من فقط سکوت، محمد رضا یه صحبت باتون دارن، سکوت. متاسفم برای سکوتت. تو اصلا چرا میری خونش؟ اصلا منت چی رو میکشی؟ لاچک شیراز نیست، من نمیرم اصلا، اصلا کلا منت چی میکشی که تو هم سکوت میکنی که ای وای فلان؟ چی میگه؟ غلط کردی، غلط میکنی که دخترمه باید بره بابا، وقتی که چنین اجازه ای به خودش میده که امروز اینقدر منو ریخته به هم، یه پیامایی به من میده برای پول، برای قسطای جهیزیش، هر چی از دهنش در اومده من گفته. خب بگو نمیدم، نمیدم. آره نمیدم، یعنی وظیفه من دادم، خریدم نصف بیشترش خریدم، چیزی دیگه نمونده. خب از این به بعد نده، از این به بعد نده، واقعا هم نمیدم. خب بگو محمد رضا، محمد رضا اومد یه حرفی بزنه. دکتر ببخشید جسارت نباشید، زیبا برم من تو روز محمد رضا صدا میکنم، تو هم منو زیبا صدا، زیبا صدا کن. خب من به خودم اجازه نمیدم به بزرگترم اسم کوچیک صدا کنم. نه پس من رو بس صحبت نکن، من تو رو محمد منم بگم زیبا خانم. خب من زیبا خامون صحبت های شما جسارتا من میخواستم یه مطلب خیلی کوچیکی رو بگم، یه پرانتز باز کنم. این مطلب همیشه ذهن منو مشغول کرده بود. ها بعد این بود که تو ایران کلن تو خانواده و مادر خانواده سوال مشخصتو بپرس. خیلی تو رفتی نمیدونم یه سری کتاب متا خونده، خیلی حرفای آره. سخنرانی زیاد میکنی. سوال مشخصتو من مامانم رو ترور شخصیتی کردن، یعنی از پس شخصیتش رو آوردم پایین، من مادرم نابود شد خدا وکیلی. یعنی من واقعا تو جمع پدرم به مادرم احترام نمیذاشت، بعد بنده خدا مادرم چیز. حالا منم سنم کم بود اون موقع، حرف شاید 80. بنده خدا که نیستش که، ضعیفه ایه دیگه، یه ضعیفه ایه که به خودش اجازه داده که اون هر کاری میخواد بکنه بکنه، دختراش هم مثل خودش بار بار که بزرگ کرده. زجرید دیگه با این فرهنگ، ادامه بده. ترور شخصیتی خودشو کرده، باید خودش بزرگ بشه، خودش بفهمه. امروز این تصمیم ها رو کی گفتی گرفتم که دیگه. خب بگو ترور شخصیتی چی کردن؟ آره داشتم میگفتم، آره من مادرم رو ترور شخصیتی کردن، یعنی جدا میگم، من مادرم حکم یه ماهی رو داشت که توی لیوانی سر و ته بود، یعنی زنده بود ولی زندگی نمیکرد. خیلی زنده بود ولی زندگی نمیکرد. اصلا من مامانم از مهمونی که باید خونه میگفت حسن آقا من از تو میخوام فقط به من یه احترام کوچیک تو جمع بذاری، یه محبت کوچیک. مثلا میگم میخوای این نونو بخوری، بشینی بغل دست من ایتی که نونو بخوری.
بعد پدر من مثلا هر مهمونی که میرفتیم میگفت پام درد میکنه، میرفت رو بالاترین جا میشست، رو مبل میشست که بغل دست مثلا مادر من نشینه. بعد خلاصه دیگه یه خوری گریزی بزنیم به یه اتفاق دیگه که مربوط به خودم میشد، این خیلی کلن بود. بعد زیبا جون میخواستم اینو بگم که آره ما خونمون، من کلاس ششم بودم، خونمون تو لاله بود. بعد پدرم یه خوری مثلا بهم زور میگفت. بعد یه بار که منو زد کلن، یقم گرفت پرد کرد تو مرد. آره منو پرد کرد تو مرد. اینا خلاصه ما مثلا پدرم به قول خودش یه تنبیهی منو کرد، با وجودی که من هیچ کاری نکردم، الان که مثلا به این دارم فکر میکنم کاری نکرده بودم. بعد خلاصه تموم شد رفت. تا رسیدم کلاس هشتم، تو خونه مادرم بود، مامانم یه خونه اجاره کرده بود، تمام مبلغ خودش داد. بعد پدرم اومد مثلا میگم دستمو پرداد اینا، منم دست پدرم گرفتم بردمش بالا، بهش گفتم بابا من اون موقع احترامت گذاشتم به خاطر ای که همجور گفتم، گفتم نوخورت بودم، گفتم الان که مامانم به یه مال سرمت رسیده میزنم همینجا میترکونم خدا شاهده، گفتم خونه مامانم حرف نزن دیگه زشته. بعد دیگه از مطالب فهمید که دیگه بچه کیه بزرگ کیه. خلاصه دیگه تموم شد رفت دیگه، بابام از مطالب من زو نگفت. بعد من دیدم اگه مامانم یه بارم مثل من یه حرکت اینجوری میزد هیچ وقت دیگه جرأت پیدا نمیکرد که به مامانم چیزی بگه. حالا یه سوال، اولا خیلی خیلی خوبه که رابطه صمیمانه بین تو و لیلا هستش. حالا لیلا همه صحبتای مسائلی که هستش و احساساتش و نظراتش اینا رو به تو میگه؟ آره من مامانم میرم مدرسه، میام آب که میخوره میاد برای من تعریف رو میگه، من از الان یه لیوان آب خوردم توش سه تا یخ بود همه چی، یعنی راحت هسته. خیلی خوبه، خیلی خوبه. تو هم همه مسائلی که داری به مامانت میگی؟ نه من سب کن لیلا، خودش اینجا نشست، بگو میگی من نه بعضی از مسائلی که میدونم زیاد جالب نیست و... چون بعضی از مسائل مثلا که مثلا نه نه مامان یه دقیقه مش که ماد دارم بس کن. نه لیلا بذار بگم. حالا مثلا میگم مثلا من وارد یه دوستی جدید میشم، مثلا وارد یه دوستی جدید میشم که میدونم مثلا واقعیت شو بگو، یه مورد رو که بگو که آره مثلا من با دختر خالم در ارتباطم، بعد خالم با مامانو مشکل داره، من مثلا میرم یه بیرونی میایم اینا، هیچ وقت نمیام بگم مامان من با دختر خالم رفتم بیرون، چون اصلا میدونم به نفع اون. اینجا گفتی اسم دختر خالت چیه؟ زیبا جون میشه حالا یه خونه این بار نبرد میتونی بگی؟ جواب نمیدم، خیلی راحت شم. نه جواب میدم سارا. سارا نه من با سارا که بیرون آره. چرا لیلا چرا محمد رضا این مسائل رو نمیتونه به تو بگه؟ محمد رضا زمانی که پارسال با سارا رفت بیرون، نه نگاه کن من واسه حقیقت بگو، من بهش پول میدادم، گفتم هر زمانی میخوای سارا رو ببر، هر خریدی هم میخوای براش انجام بده، الان داره یه خورده پنهونکاری میکنه. نه زیبا جون چرا پنهونکاری میکنه؟ ببین جون من مامانم با خاله هم یه مقدار، من با خواهرم مامان ایلا قبول دارم خود بزار دیگه تو حرف تو زدی، حالا نوبت محمد رزاست بگو. من مامانم یه مقداری مشکل خانوادگی با خواهرش داره، حالا من دخالتی نمی کنم تو مسائل مامانم خواهرش، چون خودمو در نمیدونم موقعیتی نمیدونم که بخوام بگم مامان تو با خواهرت فلان یا خواهرت با مامانم فلان خاله فلان. بعد من رابطم با پسر خالم مثلا دختر خالم انگار داداشمه، خیلی لوتیه، دختر خالم انگار پسرها هست، وقتی باش میری بیرون انگار هم جنس خودته. بعد من رابطه با همش خوبه، مثلا میرم خونه شو، میرم خونه مامان جونم اینا. حالا مشکل من... چیه؟ اون مشکل رو برو بگو که مشکل موقعی که من ها مشکلی که مامانم میگه رفت آمد نکن زیاد جالب نیست. آخه اونا راضی نبودن برای جدایی. سب کن تو چرا میگی که رفت آمد نکنه؟ خاطر که راضی برای جدایی من نبودن اون روز، گفتم خب اون چه ربطی داره به رابطه محمد رضا با سارا؟ دو تا آدم مستقلی هم میخوان بیرن بگردن. نه با سارا اشکال نداره، میرن ذهن محمد رضا رو مثلا خانواده من پر میکنن، از مثلا میگن که
خب بگو پر کنن، مگه اگه قرار محمد رضا تحت تاثیره به من بد اخلاقی میکنه، میگه تو میشه خاطر نشون دادی که تو خودت یه فردی هستی که سانسورچی هستی، یه فردی هستی که دی... مامان جون به قول خواهر به قول ببین. نه زیبا جون، من مامانمو میکشم کنار، بهش میگم فلان چیز اتفاق افتاده هست یا نه، هست یا نیست، بهش میگم، من بهش میگم، میگم مامان فلان اتفاق ذهن منو مشغول کردی، نمیذار من درس بخونم، اگه واقعیت داره بی بهم بگو، ندارم خب دیگه هیچی، انگار اونا داشتن دروغ میگفتن. من به مدام هر مسئله که پیش اومد، هر کسی که رفتی با هر کسی، اینستاگرام منم داری و تلگرام منم میتونی داشته باشی هر موقعی که خواستی، ببین میتونی از من مشاوره بگیری یا صحبتی بکنی، نظری داشتی. ببین اگر تو هر صحبتی مثلا حتی ممکنه مامانت ناراحت بشه، ولی بیا بگو، بذار ناراحت بشه ولی بدونه، تو جریان باشه. اگر اون حرفی رو زد که ای وای این بده فلان فلان، بگو این نظر توه، ولی من کاری که خودم درست میدونم انجام میدم. تو الان کسی هستی که برای خودت یه شخصیتی هستی، برای خودت میتونی تصمیم بگیری. کارم میکنی؟ من خرید فروش گوشی انجام میدم، معامله گوشی. برو آقا کجا کار میکنه؟ دروغ میگه شیرادی بار میخوره و میخوره. من یه گوشی ببین تو چرا میگی دروغ میگه؟ خرید فروش موبایل و اینا انجام میدی؟ یه گوشی میخرم مثلا میگم 1,000,000، بعد میبینم قیمتش رفته بالا شده 1.5، میرم میفروشمش، بعد با 1.5 800 تومنش دوباره یه گوشی میخرم، دوباره موقعی که میره بالا میفروشم. من دیدم گوشی عوض میکنه. صد کن اینا رو به لیلا، لیلا اینا رو میدونستی؟ نه نه اصلا. اینا رو چرا نگفتی به مامانه، به لیلا؟ خب زیاد احساس نمی کنم چیز مهمی باشه که بخواد بگی. مثلا نمیگه که این پول از کجا اومده؟ شما دارید با هم زندگی میکنید. من تا حالا پول مرتب میدم دستش که همه بهم دعوا میکنن اینقدر ممرزا رو جیبش پر پول نکن. شما ببین در مقابل پول، این پولی که تو میدی در مقابلش کاری هم محمد رضا انجام میده برات؟ محمد رضا همین که درس میخونه و همین که مثل پسرای امروزی نیست، کار خطرناک نمیکنه، خیلی پسر فهمیده ایه. خب حالا درسته بعضی وقتا تو خونه نه ببین پس در مقابلش درخواست خاصی نمیکنی که من اینقدر پول میدم در رابطه باشی؟ درخواستی ازش ندارم، خب فقط تنها درخواست که استرام اتاقش. خب بعدن این نه در چقدر پول میدی در ماه بهش؟ آیا ماهیانه بهش میدی یا هفتگی میدی؟ نه ماهیانه نیست زیبا جون، ماهیانه نیست. مثلا من میام به مامانم میگم مامان الان پول لازم دارم، بعد او هم نسبت به جایی که میخوام این سیستم درست نیست، به خاطر اینکه تو بگی من پول لازم دارم، اینم وارد یک رابطه. تو میتونی یک مقدار مشخصی رو تعیین کنی، بگی در ماه یا مثلا در 2 هفته من اینقدر پول میدم و این پولم مثلا این برای این مصارفه. تو محمد رضا وقتی که اون پولا رو که به دست آوردی، گوشی رو پوچیز کردی، فروختی، برای خونه خرید کردی؟ شاید کم ولی آره بوده بوده. مثلا چی خریدی؟ آب میوه برای من یا آدم آب میوه، نودلیتی، چیپسی، فیلمی اینا. یعنی مثلا 800 هزار تومن دستت اومده، اومدی یه چیپسی آدامسی گرفتی برای لیلا. ها همجوری بوده، ولی بیشتر پول رو میذارم برای بعدن. هم نگفتی که بعدن هم نگفتی که مامان من 800 هزار تومن درآمد داشتم، از اون پولی که میخوای به من بدی کم کن، نگفتی اینو؟ نه زیبا جون، شما نگاه، من منظورم اینه که نگاه یه پولی بهش میگن ورودی، پولی که بهش میگن ورودی، شاید از 800 هزار تومن قسمت ورودی شاید 500 تومن ورودیش باشه، یعنی شما باید به 500 تومنش دست نزنی، شما نباید به 500 تومنش دست بزنی. یه درآمد 300 تومنی بگیم داشتی هر چقدر. آره آره. در حال این مسئله وقتی آدم با یه جایی زندگی میکنه، من الان کسی اینجا زندگی میکنه نمیشه که سهیم نباشه. در کارهای خونه چی کار میکنی؟ خرید خونه به عهده داری؟ نه اصلا. نه آنچنان نه نه هیچ، فقط چای تفریحی. لیلا مشارکت هایی که محمد رضا موظف در خونه انجام بده چیه؟
والا من دوست دارم نون بگیره بعد هم خرید، چون که من بلد نیستم، من هنوز نمیدونم نون قیمتش چنده. من یعنی مثلا این خانم اصلا خب. نمیدونم قیمت هیچی نمیش خب. میسرم خرید سوپری خب اولی اینا من الان یه چیزی الان دستمون اومد برای امروزمون فعلا بس باشه، شما یه صحبت کلی بکنید، ولی من یه کلن به شما یه صحبت در آخر جنبندی هم تو بکن هم محمد رضا بعد تموم بشه. من اومدم یه نیم ساعته بشه ولی بیشتر شد خیلی صحبت ها واقعا به درد یعنی مسائل عامی مردم. آره. ولی تو یه چیزی رو بگم که در رابطه با شیوه برخوردت به مسائل زندگی، روابط اجتماعی، مدیریت مالی و خیلی از مسائل از نظر من بسیار بسیار تو این رابطه ها سنتی و بدون فکر کار میکنی و برنامه ریزی درست نداری، مدیریت نداری و بچه هم طوری میگه ای بای بچه فقط سراغ چیزای خلاف نره، در حالی که من برای بچه حتی 4 ساله این ما سیستم گیو اند تیک که اون باید بدونه در مقابل اون چیزای در سهم به سهم خودش به توانایی خودش، اون هم تو این رابطه هم برای خودش سازنده است هم برای رابطه ما. الان این پسر کلی اطلاعات و فلان اینجور چیزا میده ولی در عمل چیه؟ یه سری مسائلی رو مشارکت واقعی نداره. ولی کلا من از محمد رضا خوشم اومد. محمد رضا بچه یه که خیلی تالنت و استعداد داره. تو یه صحبت کلی جنبندی بکن بعد محمد رضا بکنه بعد بریم دیگه تا بعد. صحبت کلی اینه که چیز خاصی نیست ولی خب فقط برای هم پدر مادرایی که اجبار میکنن برای زندگی دختراشونو، هیچ اجبار نیست مثل خودت دیگه. آره دیگه منظور یعنی مثل خودم نباشن پدر مادرها اینجور نباشن. نه نه من دختراتی خیلی برنامه من الان دخترام دوتاشون عقد اگه خواستن برگردن قدمشون رو سر من خواستن طلاق بگیرن هیچ مشکلی نداره بشن باید خودشون مستقل بشن تا کی تا الان برای جهیزیهشون و فلان و بهمان حالا بمونه ادامه بده. تو صحبت این صحبت کردی گفتی که دیگه اون کسی که دوست داره جمله تو تموم بکن تا محمد رضا می صحبت بکن. الان مثلا اون داماد دومیم کامل جهیزیه رو خودش خریده به من میگه تو یه زن تنهایی مامان لیلا، الان تو لایو خیلی ازش راضی هستم، 7 ساله با دختر من دوسته. خب بعد اون اصلا نمیذاره من یه سر سوزن بخرم. بعد البته خب به خیلی مثلا بگم با فرهنگ تره ولی مثلا اون یکی اولی خیلی من مورد همین رو صحبت میکنیم ول کنیم اینا رو. این حالا مسئله خوشحالم که الان حداقل با بچه با خانواده با یه بخش از دوست خانواده دوستی یه رابطه صمیمانه داری. محمد رضا صحبتی تو داری؟ محمد رضا والا نه صحبتی که ندارم من خیلی سردم شد. سردت شد؟ آره از این که این حرفا رو زدی؟ نه کلن خون زیاد از بدنم رفته بود دیروز. خب سردت شد برو دیگه سردت شدش که برو خودتو گرم کن هر بیپس نداری برو یه دونه یه چایی یه کم با زنجبیل یه پودر زنجبیل با عسل چای داغ اینجوری بخور خیلی خوبه. برو سریع درونن و این زنجبیل خیلی خیلی اثر مثبتی داره. خب من خیلی خوشحال شدم از صحبت با تو. بعدش دیگه سعی کن که همه حرفاتو همیشه بگی حتی اگر طرف ناراحت شد هی نمیدونم احترام نگهداری و فلان قسمم به کسی نخور والا والا هی نگو والا 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 ازم منم زیبا هم محمد رضا اوکی بزن قدش برو تو زنجبیلی تو درست کن خیلی خوب. آره دارم زنجبیل همش دارم. آره زنجبیل رو با اون چیز گرم بشه بعد دیگه. خب مرسی لیلا بازم ما از این صحبت رو ادامه میدیم. تو نماینده اصلا خیلی جرأت خیلی خوبی داری و اینکه داوطلبی این استوریا رو هم بذار همه از حرف خودت لایک بذار صحبت بکن تا بعد که ببینیم چجوریه. خب به هر حال بازم خوب بود دیگه اینا رو توضیح دادی حرف زدی و خیلی از مسائل رو گفتی. به هر حال بدون برنامه ریزی ما اومدیم توی لایف. آره زنده باشی خیلی لطف کردی عزیزمی. مرسی تا بعد بازم برو تا بعد مواظب باشی قربان تو.